یکی دیگه از مباحثی که در تورات نقلوشا میبینیم در زمینه این که میبینیم که اون موقعی که سال شمیتا بوده اقورش باخو برخا میداده و اگه کسی زخود نداشته خب برخا نمیگرفته، سختی ها غیره بوده. سوالی که پیش میاد چرا همیشه ما اشخاصی رو میبینیم در قوم اسرائیل که به خاطر اینکه به خاطر دلایل مختلف اونطوری که باید و شاید براخه از هاشم نمیگن، یعنی در قول فارسی سیخ و کباب با هم میسوزه، چرا باید اینطور باشه؟ داستان میارن که سالهای پیش، خیلی هم سال پیش نبوده، این جنگی که ارس اسرائیل داشته با فلسطینیا با تروریستا، اینا موقع بوده که شروع کرده بودن تونل می ساختن، تونل می کندن و از تونل می اومدن بالا. یک بارش اینا خب خیلی ارس اسرائیل خیلی بیشتر توجه می کردن، کسایی گذاشته بودن که با دوربین بودن با که اینا رو با چیزایی که گرمای بدن رو میگیره، دوربین های مخصوصی هستش که گرمای بدن رو میگیره که ببینن اگه یه نفر یه دفعه از این تونل اومد بیرون بفهمن که تشخیص بدن. یه فیلم خیلی معروفی رفته بود بیرون که اتفاقا منم دیدم، شاید شما هم دیدید، که نشون میده که از یه تونلی وسط یه مزرعه ای چند نفر میان بیرون، این ور اون ور رو میبینن انگار که مثلا یه جای غریبه اومدن. اینا تروریستا قبل از اینکه از تونلی بیان بیرون قبلا هم میان بیرون یه مقدار دور و برشون رو میبینن، یاد بگیرن که بعد چیکار بکنن. دوربینه نشون میده که اینا میان بیرون انگار یه جای تازه اومدن که همچین جایی نبودن. و اونجا اون سربازایی که مواظب بودن، البته شمره اسرائیل اقدش باخو شمره اسرائیله که هشکاخه اقدش باخو روی ارس اسرائیل هشم مواظب سرزمین ارس اسرائیل تک تک ماها، همون موقع این سربازایی که اینا میدیدن زوری دگمه فشار میدن، خب اینا دارن یه چیزایی دارن، موشکای چیزی دارن که میره و اینا رو چند نشون رو میکشه و چند تای دیگه هم که داشتن میمدن بالا از همون زیر تونل شاید میان پایین، نمیدونم حالا بعدن تونل رو سرشون میاد یا نه. به هر حال این کار تروریستی که میخواستن بکنن که یک گروه مثل این که 10 نفر تروریستی بودن، این برنامهشون به هم میزه. بعد اینو میان تحقیق میکنن میبینن که چی شده بوده که اینا تو این مزرعه اومده بودن بیرون، یه مزرعه بوده. و یکی از فرمانده های ارس اسرائیل، فرمانده های خود ارتش که تعریفی کرده، میگفته این سرزمین رو قبل از این که این تونل و اینا رو ما بفهمیم اون سال شمیتا بوده و به صاحب مزرعه یه گروه از مذهبیون اومده بودن، داتیم اومده بودن و تمام این گندم های اینا رو خریده بودن، چرا که سال بعد سال شمیتا بوده، خب اینا لازم بوده بگیرن برای مسا. تمام اینا رو درو میکنن. اگه اینا رو نخریده بودن این تروریست ها اومده بودن بالا وسط تابستون و این خوشه های شاخه های چی میگفتن؟ میگفتن خوشه گندم. خوشه گندم بلند بوده و اینا از قبل برنامه داشتن که تو اینا استتار بکنن، تو اینا پنهان بشن و اینجوری میتونستن بیان خصف شالوم توی شهرک یهودی نشین. سو هقادش برخو میاد و چیکار میکنه؟ اینجا رو این میسوا رو به اون صاحبش که شمر شمیتا بوده میده که این گندم ها رو بفروشه که به وسیله این میسوایی که داد کلی از جون یهودی ها نجات پیدا کنه. سو بنابراین اشخاصی که میگن بد و خوب سیخ و کباب با هم میسوزه، این چیه؟ چرا بعضی از اشخاصی مثل این شخص باعث میشن که اینقدر جون دیگران نجات پیدا کنه ولی کسای دیگه هستن، مزارع دیگه هستن که اینطور نیست، یا کسایی هستن که
متاسفانه تو زندگیشون خوبی کردن ولی خوبی نمیبینن. سوهراو الیاو نتانیاهو شلیتر توضیح دادن دلیلش اینه که ممکنه که احتمال زیاد توی اون شخصی که مذهبیه اون توی که باید و شاید نرفته با غیر مذهبیون اعتبار برقرار کنه، باشون دوستی بکنه، بهشون نور الهی، نور تورا رو بهشون نشون بده، یا که این یا یکی این که همون خود مذهبیه اون توی که بعد شهر خودش میسپورتشو انجام نداده، چون که هر روز میاد تفیلا دیگه عادت کرده، تفیلا شده مثل MP3 پلیر، MP4 پلیر، بله habit شده، عادت شده. قبلا میگفتن مثل تیپ ریکوردر، مثل نوار کاست، حالا ما باید بگیم MP3 پلیر. نیست و دیسک هم دیگه رفتش از رده خارج شد. سو میفهمایند این به خاطر چیه؟ بیزنس دیسک داشتید دو نفس میکشید یاد جوراب افتید. نه اونم هشم میرسونه، هشم میرسونه. آقا دوش باروخو میگه به ما از تو حرکت از من برکت. و بنابراین از اینجا یکی دیگه از درسایی که ما از پادشاه بهر یاد میگیریم که براخا هست، ما بایدش اون براخا رو ازش بگیریم، ما بایدش دنبال براخا بریم، ما باید تلاشش رو بکنیم. بله.